بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان عزیز بازم خوش آمدین به دروس کانکوری سنف 11 قبلا در مورد غلظت معلول ها صحبت کردیم به او سلسله ما شش فاید قیاسی برای تعیین غلظت معلول ها وجود داشت شماره اول در مورد سم کتلوی و فیصدی کتلوی شما مفهوم سم و بیشتر به ریاضی خواندیم که سم یا حصه میگیم جزء برکل مثلا خواسته باشیم سم کتلوی رو تعریف کنیم میگیم که نسبت کتله یکی از اجزای معلول بر مجموع اجزای تشکیل دهنده این معلول ها را به نام سم کتلوی یاد میکنن به این مفهوم که یک جزء معلول تقسیم مجموع کتله ها بکنه میشه سم کتلوی اگر خواسته باشیم ما فیصدی کتلوی رو تعریف کنیم دقیقا مثل همینه شما صورت ضرب صد بکنه میشه فیصدی کتلوی اگه خواسته باشیم تعریف کنیم میگیم فیصدی کتلوی مثل ای میشه به کتله یک جزء محلول تقسیم مجموع مجموع کتله زرد در عدد صد چی حاصل میشه؟ میشه فیصدی کتلوی نکات مهم ازی برای حل کردن سوالها اینه که اگه خواسته باشیم ما سم کتلوی ماده پیدا بکنین بعد همون قسمت همون جزء به صورت بنویسیم مثلا کتله ماده منحل به صورت اونا مجموعه میکنیم جمع میکنیم به مخرج مینویسیم اگر خواسته باشیم سم کتلوی محلل پیدا بکنین همون جزء همون جزء کتلر به صورت مینویسیم مجموعه از اینا به مخرج مینویسیم این میشه همون قسمت سوال یک نکته مهمی که اینجا وجود داره میگه که مجموعه سمهای کتلوی باید مسئله به یک بشه مثلا ما داریم که سم کتلوی ماده منحل سم کتلوی محلل اگر اینا رو جمع بکنین هم مجموعه نظر به قسمت هایی که داریم باید یک بشه نظر به این تعریف هایی که ما گفتیم اینجا یک سوال در مورد سم کتلوی آوردم میگه که 20 گرام نمک تا آم در 100 گرام آب خالص حل گردیده سم کتلوی نمک و آب را دریافت کنید در داخل از این سوال از ما دو جوز خواسته ایرما قبلا کتگیوری بکردم سم کتلوی نمک پیدا میکنه اما سم کتلوی آب شما پیدا کنین جواب را آخر می نویسم. اگر همون جواب پیدا کردیم درست اگر نکردیم باز کامنت بکنیم حتما که من مشکل شما حل می کنم جگه نظر به این سوال گفته مس کتله نمک تام داده 20 گرم کتله آب داده 100 گرم از ما سم کتلوی نمک خواسته و سم کتلوی آب خواسته من قبلا بگفتم که همو جوزی که خواسته مثلا اگر خواسته باشیم ما سم کتلوی نمک, پید... نمک تام پیدا بکنین همو جوز رو باید به صورت بنویسین مجموعه بکنیم اون رو به کجا به مخرج نظر به تعریفی که قبلا گفتیم، فقط قیمت گذاری میکنیم بگیم که سم کتلوی نمک تام مثل این میشه کتله نمک تام سوال چند داده؟ 20 گرم داده 20 گرم تقسیمه کتله نمک تام بازم به مخرج میشه 20 گرم جمع کتله آبرم سوال داده چند گرم 100 گرم داده شما اگر اینو مجموعه بکنیم میشه نمک تام 20 گرم بر 120 گرم 120 گرم شینا شما, شما اگر اختصار بکنیم گرم به گرم خلاص دو تقسیم 12 نمک مثل مساوی میشه به دو تقسیم 12 میشه یکی بر چند یکی بر 6 واحد ها هم با هم خلاص میشه سهم و حسه واحد ندارم با هم دیگر خلاص میشن میتونین کنسل بکنیم شما این کارخانگی باشه که سم کتلوی آب جواب از میشه 5 بر اگر ایر پیدا کردیم جواب درسته اگر پیدا نکردین کمین بکنیم انشالله با هم دیگر جلسه بعدی کار میکنیم در سبب شما در مورد سم کتلوی و فیصدی کتلوی بود؟ اینجا گفته که نظر به تعریف که گفتین میگه 15 گرم گلوکوز در 135 گرم آب حل گردیده شما بیاین فیصدی کتلوی آب را دریافت بکنین دقیقا سوالا کانکور همین رقم میایه میگه که همون قسمتی که خواسته هر دو جزر داده همون قسمتی که خواسته شما همون جزر فقط پیدا کنین نظر کتگوری کردم سوال گفته که کتله گلوکوز 15 گرم کتله آب است 135 گرم و قبلا بگفتم که همون جزی که خواسته همور باید به صورت بنویسین میگیم که که فیصدی کتله آب مثل این میشه کتله آب بر مجموع کتله ها زر در عدد 100 نظر به همین فرمول که ما عدد گذاری بکنین کتله آب داده 135 گیرم ضرب به عدد 100 به صورت داریم کتله آب بازم 135 گیرم جمع کتله, جمع کتله گلوکوز که اینجا قیمت تحذیر داده چند گیرم؟ 15 گرم شما اگر این ساده سازی بکنین 135 زر به 100 بکنیم باز تقسیم 100 صد... 135 ضرب 100 میشه این اندازه میشه 13500 135 سد. جمع 15 میشه چند؟ میشه 150 پ... میشه که شما اگر این با هم خلاص بکنین جواب از این میشه چند فیصد؟ میشه 90 فیصد به چی فوم یعنی ما محلولی داریم که متشکل از گلوکوز و آب 90 فیصد از این محلول ما چی وجود داره؟ آب وجود داره یعنی چند فیصد گلوکوز وجود داره؟ 10 فیصد خب شاگردان عزیز به ادامه درس غلظت معلول ها دومین بخش در مورد سم مولی یا ملفرکشنه قبلا ما در مورد سم کتلوی و فیصدی کتلوی گفتیم که اصلا مفهوم سم جزی بر کله اگه ما خواسته باشیم مول بگیم میگیم که غلظت معلول به اساس مولی میخوایم محاسبه کنیم تعریف سم مولیا یا مول فرکشن اینه که میگه مقدار مول های یکی از اجزای محلول بر مجموع مول های اجزای تشکیل دهنده می میباشه قبلا بگفتیم گفتیم همون قسمتی که سوال میخواه مثلا فرض کنیم ما سه مولی قسمت یک پیدا کنیم همون قسمت مولی بعد به صورت بنویسین باز مجموعی از به مخرج همچنان مثلا ما خواسته باشیم سم مولی یا سم ملفرکشن قسمت دور پیدا بکنین همون قسمت به صورت اون رو جمع میکنیم مجموعی ملها به مخرج قبلا گفته بودیم که مجموع سم ها کتلهی مثل ای به یک همچنان در سم مولی مجموع سم ها مولی هم باید مثل ای به چند بشه مثل به یک باشه به خاطر درک بیشتر در مورد سمولی سم من یک سوال آوردم گفتم که در, در محلول تهیه شده از حل کردن دو مول میتانول در هشت مول آب شما مول فرکشن یا سمولی سم هر جز این سوال رو برین پیدا بکنین قبلا من ترتیب کردم سوال رو کرده که مول میتانول دو مول مول آب سوال داده هشت مول شما هم بریم سم مولی میتانول پیدا بکنیم هم سم مولی آب باید پیدا بکنیم نظر به این ف... سوال مثلا جز اول ما میخوایم سم مولی میتانول پیدا بکنم میگم که سم مولی میتانول مثل میشه به مول میتانول قیمت سوال داده دو مول سوال داده دو مول بر بازم مخرج میشه دو مول جمع سم مول آبرم سوال داده هش مول سم مولی میتانول مثل میشه به صورت داریم دو مول اینا را اگر شما جمع کنیم در مخرج میشه ده مول که مول به مول خلاص میشه دو تقسیم ده جواب از این میشه چند؟ سفر اشار دو صفر اشار دو مثل سم کتلوی سم مولی هم واحد نداره جوز بعدی گفته که شما بریم سم مولی آب پیدا کنین سم مولی آب نز... همون جوزی که خواسته باید همون قسمت رو به صورت بنویسیم اونو مجموعی از به مخرج بنویسیم میگیم که سم مولی آب مثل ای میشه به قیمت مول آب سوال داده چند مول داده 8 مول مجموعی از به مخرج مول آب جمع مول میتانول که قبلا ما س... کار کرده این قیمت چند حاصل شده بود؟ ده شده بود قیمت از شده ده وقتی که شما این با هم خلاص بکنیم اختصار بکنین میشه سفر هشار هش به مول خلاص میشه قبلا گفته بودیم که مجموع سم ها مولی بعد مثل به چند بشه مثل به یک بشه ما اینجا گفت سم مولی میتانول پیدا کردیم سفر هشار دو آب مولی پیدا کردیم سفر هشار اینجا گفت می نویسیم که سم مولی میتانول جمع سم مولی آب بعد مثل به یک بشه این قیمت پیدا کردیم سفر هشار دو سفر اشار دو جمعه سمولی آبرم قیمت پیدا کردیم سفر اشار هش به چند شده؟ مثل به یک شده دوستان عزیز ای چهارمین درسه کانکوریس سینف زه هم امیدوارم که از این درس استفاده کرده باشیم اوقات خوشی داشته باشیم